سلام، قسمت 74 پادکست تجسمی آرتباکس رو تقدیم شما میکنیم. در این قسمت معصومه مظفری درباره زندگی، تحصیلات و آثارش برامون صحبت میکنه. با هم میشنویم. من تهران دنیا آمدم، تهرانم بزرگ شدم، بعد توی محله قصردشت خوش بودم، همونجا مدرسه رفتم، بس بچگی کار میکردم، نقاشی میکشیدم و اینها. در دوره من مثلا هنرستان فقط دو تا در تهران بود، یه دونه پسرونه و یه دونه دخترونه. خیلی چون تو پیرشمرونم بود، خیلی خانواده ها مطلع نبودن که یه همچین جایی هم هست. من توی خانواده‌ام تقریبا همه خواهر برادرانم یه دستی به مداد و کاغذ و نقاشی و اینها دارن و من شانس اینو داشتم که توی دبیرستان یکی از استادام گفتش که یه همچین جایی هست و میتونی بری و توش نقاشی کنی و من رفتم هنرستان. تمام دوران هنرستان فقط به تجربه و تمرین و غیره و اینها گذشت. دوران دانشگاه به خصوص زمانی که دانشجوی آقای پاکباز بودم، روین پاکباز، از اونجایی که ایشون اومدن و یه دوره با ما سبکای مختلف رو کار کردن، یعنی مثلا ما یه پورتری رو میگرفتیم بر اساس مثلا کار کوبیستی اون رو تغییر میدادیم یا به شکل کار اکسپرسیونیستی در میآوردیم. در نتیجه شروع کردیم سبکای مختلف ویژگی های رنگیش رو و ویژگی های فرمیش رو بررسی کردن. بعد موضوع میدادن توی همون راستا بهمون و این موضوع رو انجام میدادیم، کار میکردیم. دو ترم هم روی نگارگری ایرانی یا نقاشی قدیم ایران تمرکز کردیم که در واقع می اومدیم ساختار رو حفظ می کردیم ولی نقوش رو و نوشته ها رو حذف می کردیم. مجموعه اینها کاملا تاثیرگذار بود روی حرکت های بعدی که من انجام دادم. وقتی که میخواستم مثلا سال 81 یه نمایشگاه پورتره کار کنم، کاملا اون نگاه اکسپرسیو و کوبیستی تو پورتره هایی که کار میکردم بارز بود. اول نمایشگاهم که برگزار کردم یه سری کار کلاژ بود و فضاهایی که خیلی دستم راحت گذاشته بودم، حتی اگر سورئال بشه، حتی اگر خیلی واقعی نباشه، ولی اونجوری که فکر میکردم کارها رو میچیدم توی یک فضایی که باز و قال و مداد کار کرده بودم و بعضی جاهاش رو رنگ آورده بودم و بیشتر فضاهای داخلی و خارجی، یک جوری خاطراتم از تمام دوران دانشگاه بود. بعد نمایشگاه دوم که ابعادش کاملا متفاوت شده بود، آوردم اون کلاژ ها رو به نوعی توی ابعاد بزرگ بدون اینکه چیزی بچسبونم با رنگ کار کنم. مثلا می اومدم یه فضایی رو خیلی راحت و یا نزدیک به یه فضای انتزاعی بود، بعد مثلا دستگیره پنجره رو خیلی کامل کار می‌کردم. اون موقع با این ذهنیت کار کردم که یه جور این کلاژ ها رو حالا دارم با یه شکل دیگه ای انجام میدم. بیشتر فضای بیرونی بود، اونم به خاطر اینکه من یک مسیر طولانی رو از منزلم تا دانشگاهی که تدریس میکردم رفته بود، میدون امام حسین، یه مسیر طولانی رو توی اتوبوس بودم و این یه جوری داخل شده بود توی کارهام. این دیدن آدم ها توی فضاهای به این شکل کاملا حضور پیدا کرده بود. یه نمایشگاه بعد از اینها گذاشتم که یه نمایشگاه 3 نفره بود، فقط پورتره بود، که قرار بود یه نمایشگاهی باشه با عنوان یه ماسک خواستیم کار بکنیم. منتها برای من اون طراحی جذاب‌تر شد، یعنی خود اون طراحی کردنه. من دیگه به ساختن ماسک نپرداختم. یه چیزی حدود 50-60 پورتره کار کردم که اینها دقیقاً با دست خیلی آزاد و باز رنگ‌هایی رو که می‌خواستم می‌ذاشتم و فرم‌ها رو هر جوری که دلم می‌خواست تغییر می‌دادم. نتیجهش این شد که 26 تا از این پورتره ها رو انتخاب کردم و توی نمایشگاه گذاشتم. اگرچه نمایشگاه 3 نفره بود، ولی برای من به اندازه یک نمایشگاه انفرادی انرژی و تجربه مفید داشت. سال 83 یه نمایشگاهی گذاشتم در خانه هنرمندان که
اون تو اون نمایشگاه کاملا تجربه فضا رو داشتم. یعنی فیگورهامو داشتم، یه بخش از نمایشگاه بود که طراحی بود، ولی توی یه بخش دیگه ای اومدم فضاها رو جوری چیدم که از نظر من مثلا یه کار 4 متری داشتم که میتونستین اینا 10 متر بکنیم، میتونستین 20 متر بکنیم درازیشو، یعنی در واقع این فضا میتونست همطوری انبساط پیدا بکنه. یه بخشایی از بعضی از اشیا یا فرما یا بدن توی کار بود که بقیهش نبود که تداعی گسترش و گستردگی این فضا رو داشته باشه. یه تجربه خیلی جالبی هم توی نمایشگاه داشتم که یه کار 16 لت بود که یه میز در مرکز کار بود، از در واقع 16 تا مربع 50x50 شکل گرفته بود، یه کار در واقع جوری 2 متر در 2 متر بود. یه میز در وسط بود و تمام اطراف این چیز، یعنی مربعهای بیرونی، دستایی بود که یا می نوشتن یا سیگار می کشیدن یا در واقع روی هم گذاشته شده بودن. در واقع اون دستا شاید محصول تمام اون تجربیاتی که شروع کردم با انجمن نقاشان و جلسات متمادی که داشتم، بحثایی که می شد و در مرکز کار هیچ اتفاق مهمی نمی افتاد، چند تا بشقاب و ظرف بود، ولی شما صدای یه جور گفتگو رو توی اون کار می شنیدین. این نمایشگاه که با یه میز بزرگ در واقع تموم شد، سالها بعد وقتی سال 88 میخواستم برای یه نمایشگاه دیگه در واقع کار بکنم، از سال 87 اون میز بودنش رو آورد با خودش. این در واقع نمایشگاه بعدی عنوانش شد میز و توی اون باز تجربه فضا بود. 2 تا از کارها فقط فیگور داشت، 2 تا یا 3 تا، و تمام کارها در واقع یک جور فضای داخلی تیره و فضایی که یه پله‌هایی به سمت پایین میره یا بالا یا یک فضاهایی که نمیدونین در اطرافتون چه اتفاقی داره میفته، یه ابهامی توی اون فضاها بود. یا یه کار دولتی که یه پنجره‌ای بود که رو به یه فضای شب باز شده بود با ساختمون‌هایی که فقط چراغ‌هاش روشن بود، شما در داخل بودین و فقط یه لیوان خالی روی میز جلوی پنجره بود. کارو ادامه دادم تا جایی که در واقع یه کار خیلی بزرگ دولتی که روی از روی یک میزی که در حالت معلق در فضا قرار داره و یه رومیزی که داره از روش میفته و یه گالمه قاشق و چنگالی که دارن به زمین میریزن، وقتی اونا رو کار میکردم فقط فکر میکردم نیاز دارم اینو کار بکنم. یعنی در واقع همه احساسم و اون دوره میتونستم تو قالب این طبیعت بیجان نشون بدم. من پرشه کار کرده بودم و در سالیانی متمادی کار کرده بودم و یک نمونه بارزش همون نمایشگاه سال 81 بود. این بار فکر کردم که خب من برای اون نمایشگاه میز خیلی نزدیک شده بودم به طبیعت، قاشقا رو برقشونم کار کرده بودم که دارن میریزن. بعد فکر کردم که خب دیگه نمیتونم پرشه رو خیلی با دست باز کوبیستی تغییر بدم یا غیره، من باید تو همون روال سعی کنم حالا یه نگاه دیگه به پرشه داشته باشم. این نمایشگاه به فاصله 9 ماه بعد از نمایشگاه میز برگزار شد. خیلی آروم بودن پرشه، فقط ویژگیشون بود که به بیننده نگاه میکردن و در واقع لکه خون یا یک خوندماغ، دچار خوندماغ بودن که عنوانش هم گذاشته بودم گرمازدگی. و این میتونست این واکنش نسبت به هر چیزی باشه، به یک مسئله عاطفی باشه، به یک مسئله اجتماعی باشه، مسئله سیاسی باشه، مسئله اقتصادی باشه و هر چیزی که چیز بیرونی میتونست این حرکت درونی رو به وجود بیاره، ولی از درون اومده بود. خیلی روش تمرکز کردم که این مثلا چهره چه حالتی داشته باشه. تنها شکلی که میتونست نشون بده که این فقط یک اتفاقیه که در درون اینها افتاده و بروزش به این شکل اینه که این چهره‌ها کاملا آروم باشن. سال 89 یه نمایشگاه تحت عنوان برچهره‌هایشان گذاشتم، اونم به خاطر اینکه نمایشگاه گرمازدگی ژان کلود کریر به طور اتفاقی ایران بودن با همسرشون خانم تجدد و اومدن نمایشگاه رو دیدن. یه متن کوتاهی برای اون نمایشگاه نوشتم
و توی اونجا کلمه برچهره هایشان بود که من همینو برای نمایشگاه بعدیم استفاده کردم و مطلب ایشون رو تو اول نمایشگاه هم گذاشتم. در برچهره هایشان در واقع آدم های تصویر شده بودن که مثل نمایشگاه قبل از دوروبرم، همون آدم هایی که دوروبر من زندگی می کردن. این آدم ها باز نشونی از همون اون گرمازدگی تو چهرهشون بود، منتها انگار پاک شده باشه، یک اثر خیلی کمی از رو اون رو چهرهشون بود. توی نمایشگاه احساس کردم که یه مقدار زیادی درگیر این شدم که خیلی نزدیکتر به طبیعت بشم، یعنی وسواس پیدا کرده بودم سر اینکه جزئیات بیشتری رو توی چهره نشون بدم. اون راحتی که توی نمایشگاه قبل داشتم توی به وجود آوردن اون چهره هایی که کمی از دست داده بودم. بعد نمایشگاه بعدیم به خاطر اینکه آتلیه هم کوچیک‌تر شد و یه مقداری فکر کردم که یه خورده روحیه معلمیم غلبه پیدا کرد، فکر کردم یه نمایشگاه طراحی بذارم و با همین موضوع پرشاها بود توی یه فضایی که باز با مداد و زغال و اینها کار شده بود. برای من اونا تجربه طراحی از فیگوری که جلوم نشسته بود، مجدداً مدل رو مینشوندم و کار میکردم، حتی اگه شده یکی دو روز. یه کار سه نفره داشتم که سه نفرشون رو همزمان نشوندم و بعد کارو شروع کردم. خب اینا برام خیلی تجربیاته، یعنی اون کلنجار رفتنهای توی کار خیلی آموزنده و جالبتر، اون بخشی که کسی نمیبینه، اون بخشی که فقط شما هستین و خود کار. خیلی به بچه ها توی کلاس هم میگم که گاهی واقعا سوال کنین که اصلا چرا کار میکنین. این چیزی که هیچ وقت تو دانشگاه اتفاق نمیفته، یعنی به بچه نمیگن که قبل از این که فکر کنی که فلانی چی کار کردی، فکر کن خودت میخوای چی کار کنی و خودتو بشناس، چون این خیلی میتونه تو رو مشخص کنه که میخوای چی کار کنی. من اون یک سال پارسال رو فکر میکردم چون اصلا نمیتونستم کار کنم. بعد یکی از کارهای همین نمایشگاه که یه پنجره‌ایه که از توی اتاق کارمه که چشم‌اندازی به خیابون طالقانی داره که ساختمونای اونجا مشخصه، رو اون ساختمونا رو شروع کردم به کار کردن. فکر کردم یه کار خیلی پر از ظرایف و ریزه‌کاری و دقته، پس میتونم حین کار کردنش فکر کنم. بعد اون کار رو انتخاب کردم، باز نمیدونستم قراره چه اتفاقی بیفته. وقتی که رسیدم به اون قسمت پایین که یه میزی گذاشتم، برام روشن شد، چون بلافاصله یه برگشتی داشتم به خاطرات چندین سال پیشم و فکر کردم یه خاطره‌ای دارم از یک فضایی که یه خورده آشفته است و یک جستجویی توش هست، ولی در این حال فکر می‌کردم که من نمی‌خوام یه آشفتگی شدید نشون بدم و یه چیزی رو خیلی رو توضیح بدم. در نتیجه فکر کردم خب این میتونه توی یه فضای آرومی که من دارم یه حس ناامنی باشه. منتها همطور که کار میکردم هی ابعادش نمیتونستم کنترل کنم، یعنی نمیتونستم خودم کنترل کنم که خیلی اون فضای آرومه باشه، یک چیزهایی توش فقط تغییر کرده باشه. در نتیجه هی آشفتگی بیشتر شد، یعنی در واقع به هم ریختگی هی بیشتر شد. من خب اجازه دادم بیاد، برای اینکه اون حس من بود که اون موقع داشتم کار میکردم. پارچه خیلی میتونه معنای مختلفی بگیره، همونطور که خود میز میتونست. میز به نظر من میتونه دوتا آدم رو دو سر خودش به هم وصل کنه، به همون میزان درازیش میتونه دوتا آدم رو جدا بکنه از هم. یعنی توی همه اشیاف میکنم این چندگانگی وجود داره، توی پارچه هم همینجور بود. در واقع یک کمک کننده بود به شکلهای مختلف. ببینید روی یک میزی آشفتگیش رو نشون میداد با چین و در واقع شکنی که پیدا میکرد، با اینکه یه بخشیش داشت میافتاد از روی یه میزی،
توی بعضی از کارا پوشاننده بود و در عین حال نمایان کننده. توی دو تا از کارا که پورتره‌ها هستن پشت سرشون یه پرده یا آویزونه که ما نمیدونیم این چیزی رو پنهان کرده یا به خاطر اینکه یه مقدار رفته عقب داره آشکار میکنه. در واقع برای من حتی توی مرحله بصری پلان به وجود آورده توی کار، چون شما یه فضایی هم پشتش دارین. در نتیجه به شکل‌های مختلف از این پارچه سفید استفاده کردم و در این که سفیدیش یه مقدار زیادی نور تو بعضی از کارا به وجود آورده و در واقع این سفیدی مجموعه رنگای کارام توش هست، نسبت به باقی رنگا سفید دیده میشه ولی پر از رنگ هست، یعنی پر از خاکستریای روشن هستش که توش گذاشتن. من توی این کارا میخواستم یک آن رو تصویر کنم. در نتیجه فکر کردم که خب یکی از کارا که یه فیگور سر تا پا توش هست تو لحظه‌ای باشه که دقیقاً یک آن هست و گویا غافلگیر شده. به موضوع کارم این بسیار میومد و اون آشفتگی اون فضایی رو که میخواستم، در عین اینکه اون آشفتگی روی میز یا روی زمین حتی میتونه در حد شلختگی یک آدم باشه، ولی اون آن و لحظه اون فیگور میتونست ابعاد دیگه و معانی دیگه بهش بده. حتی تو دوتا فیگور دیگه‌ای که این حرکت ناگهانی توشون نیست، در واقع فقط قسمت پایین تابلو هستن، در نتیجه باز اون نگاه از بالای ما این موقعیت رو برای اونها به وجود میاره. فکر میکنم که نقاشا بنا به اون نگاهشون به فضاست که در واقع تعریف میشه جهان بینیشون و نگاهشون به دنیا. برای همین وقتی که شروع کردم این نمایشگاه رو اصلا نرفتم سراغ پورتره اول، برای اینکه اون فضای بیاد، در واقع اون فضای حضور پیدا بکنه، بعد اگر قرار شد فیگور اضافه کنم فیگور بتونه بیاد تو فضا. چون اگه قرار بود از کار اول باز فیگور بذارم، فیگور غلبه پیدا میکرد به فضا. در نتیجه فکر کردم دوتا کار اولو بدون حضور فیگور کار بکنم و این نبودن فیگوره خودش کمک میکنه که فضا مجددن توی کارهام حضور پیدا میکنه. انسانو خیلی دوست دارم، اصلا تو کارهایی هم که فیگور نیست حضور داره و همینطور حتی نگاه ما به اون چشمنداز، اون پردهی که کنار رفته و یه ساختمونی اون طرف هست، یه حضور انسانی رو داره جواب میده. نمیتونم فکر کنم که حضور نداشته باشه، یعنی به هر حال هست و مسئلهش مسئلمه. در نتیجه خیلی راحت حتی اگر که قرار باشه نباشه توی کاری و به اون کار نباشه انسان بهتره، ناراحت نمیشم، چون به هر حال دارم مسائل اونو کار میکنم. توی نمایشگاه در حضور دیگران احساس میکنم انسان حضور داشته باشه به واسطه این که بخشی از اون حضور دیگران رو این تنهایی این آدم میتونه نشون بده که یه حضور دیگه هم وجود داره که نباید وجود داشته باشه. در نتیجه نیاز داشتم که حتما حضور فیزیکی انسان توی کار باشه. یه اعترافی باید بکنم، من به شدت از تاریکی میترسم، مخصوصا تو فضاهایی که میشناسم، نه اینکه مثلا یه فضایی که نمیشناسم و توش قرار بگیرم تاریک باشه بترسم، نه، من خیلی زیاد از جاهایی که میشناسم و تاریکه میترسم، برای اینکه تخیلم میتونه تا بی نهایت اونجا رو ترسناک بکنه برام. من یه تخیل افسار گسیخته دارم که همه چی رو میتونه ممکن بکنه برام. در نتیجه تاریکی چیزی نیست که برام جذاب باشه. شاید برای همینه که یک شکل بیان اندوه یا رنج برام. برای اینکه توی اون تاریکی میتونم فکر کنم که همه اون چیزهای بد، که اصلا تاریکی چیز بدی نیست، ولی من میتونم فکر کنم که توی اون تیرگی ها، توی اون ابهام، توی اون خاموشی ها یه چیزهای اتفاق میفته و یک بخشی از وجود انسانی هست که دیده نمیشه. اگرچه مثلا من وقتی که کشته شدن سیاوش رو میبینم توی شاهنامه بایسونقری، اون همه روشنی زیاد که توی اون همه روشنی و زیبایی سر سیاوش رو دارن میبرن، برای من واقعا هراس‌آوره. یعنی در واقع تو اون وضوح روشن اون اتفاقی که میفته بسیار
سخت و دردناکه. شاید تاریکی یه وقت یه مقداری این رو ملایم میکنه، شما از تاریکی انتظار اون ابهام رو دارین. وقتی که قسمت پایین کار بزرگم یه پله میرفت تو تاریکی، خودم همون موقع گفتم من هیچ وقت دلم نمیخواد از این پله برم تو اون فضای پایین. یعنی تاریکی میتونه بگه تو من هزار چیز هست و لازم نیست تو چیز خاصی رو اشاره کنی. تو کودکی بسیار آدم تنهایی بودم، خیلی تنها و گوشه‌گیر، ساکت، آروم. برای همین وقتی که معلم شدم خیلی واسم عجیب بود، گفتم بازی سرنوشت که من که انقدر آروم و گوشه‌گیر و تنها بودم بعد مثلا اینطوری برم و برای این همه آدم مثلا صحبت بکنم. در حال حاضر خیلی نمیتونم اون تنهایی رو داشته باشم، اگرچه میتونم درون خودم اون تنهایی رو به وجود بیارم، ولی انقدر مشغله دارم که اصلا نمیفهمم کی شب میشه، کی صبح میشه، کی کارام باید انجام بدم. ولی واقعیت اینه که اون تنهایی هنوز توی کارام دیده میشه. یعنی در واقع شما وقتی که اون فیگور دختر لایه و ملافه ها رو میبینین که تنهاست، اون یه چیزیه که از کودکی با من اومده. شاید بتونم بگم یکی از شاخص‌ترین و مهمترین لحظه‌های کار هنریم بوده. زمانی که نشستم فکر کردم که من میخوام متفاوت کار کنم، خب میخوام این متفاوته تاثیرگذار باشه، میخوام یه جوری کار کنم که دروغ نگم و رو راست باشم با خودم. پس بهترین چیزش اینه که اصلا ببینم من چی دوست دارم و چه چیزایی منو متاثر میکنه. بیشترین آرزوم اینه که بتونم کار کنم. اصلا اینکه به کدوم سمت برم خیلی برام چیز نیست، اصلا سمتش رو نمیتونم تشخیص بدم، ولی امیدوارم اگر که کار میکنم بر اساس تجربیات خودم جلو برم، نه بر اساس داده هایی که به هم تحمیل میشه، نه بر اساس فضایی که برام چیده میشه یا خیلی جذابه که به اون شکل کار بکنم. دلم میخواد همه این تجربیاتی که سالها انجام دادم رو باز ادامه بدم و کار کنم، حتی کار بیارم بذارم و فکر کنم که ایراد داره یه جاهاییش، ولی میخوام این حالت بمونه تو من. و در این حال خب توانمندیم توی ترکیب بندی، توی بافتایی که میخوام، توی رنگگذاری، توی همه این چیزا اگه اضافه بشه چه بهتر، ولی بیشتر از هر چیز زمان برای کار کردن میخوام تا اینکه به کدوم سمت برم. خیلی فکر کردم به اینکه نقاشی برای من چی هست. ببینید نقاشی برای من در واقع اینکه همه درگیری‌های اجتماعی و خانوادگی و مسائل کاری و همه اینا رو دارن، منم دارم. نقاشی تفاوتش اینه که نقاشی مال منه. نقاشی انگار یه گفتگوی درونی خودمه. من هیچ چیزی که اگر نقاشی نکنم میمیرم و اینها نمیتونم بگم. اگر نقاشی نکنم، خیلی سال فکرم نقاشی نکنم، حتما میرفتم یه وقتی هنرستانی بودم فکر میکنم یه سبزی فروشی با میکنم، الان میکنم یه گل فروشی با میکنم، ولی اصلا نمیمیرم، ولی یه گفتگوی درونی رو دیگه ندارم. ممنونم که پادکست ما رو شنیدید. در قسمت بعد با بابک گرمچی همراه میشیم. امیدوارم که ما رو دنبال کنید. وبسایت ما artbox.ir